با صمیمانه ترین درود ها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو که کمی فشرده خواهد بود تقدیم حضورتون میکنم. امروز آدینه 13 شهریور ماه 1394 خورشیدی برابر است با 4 ماه سپتامبر یا سپتامبر 2015 میلادی. عرض کنم حضورتون که خبرهای مهم روز در این سوی دنیا خبرهای وحشتناکی است که میشنویم راجع به آوارگان و پناهجویانی که به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند، معضل بزرگ انسانی رو که دنیا باش روبرو هست، اقداماتی رو که خانم مرکل داره انجام میده و بالاخره صحبتی که نخست وزیر انگلستان مطرح کرد در این زمینه و قبول کرد که باید در این زمینه همکاری بکنه. خانم مرکل گفتند که تمام کشورهای اتحادیه اروپا، عضو اتحادیه اروپا، باید در این زمینه بیان و همکاری بکنن و کمک بکنن به این فاجعه انسانی که صحنه‌هایی رو که این روزها می‌بینیم در صفحات تلویزیون و برنامه‌های رادیو و عرض کنم که رسانه‌های نوشتاری واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره و به فکر وامی داره. یک پاره از اینها، شاید جزء بسیار بسیار کوچکی از این فجایع و وضعیتی که برای این گروه، این پناهندگان بخت برگشته پیش آمده، بزرگ میشه و در واقع زیر ذره‌بین میره، ولی هزاران هزار شبیه اون هست. یک خانواده‌ای که از کوبانی به آرزوی این که به دنیایی برن و زندگی رو از نو آغاز بکنن، یک مادر و 2 خردسالش که جانشون رو از دست دادن، در واقع زیر ذره‌بین رفت و توجه جهانیان رو جلب کرده به خودش. شاید وجدان در واقع اخلاقی این کشورها بیدار بشه. در این رابطه کشورهای عربی که اکثرشون در به وجود آمدن این فاجعه در سوریه شرکت داشتند، کمک مالی رو انجام ندادند. ایران در این موقع در این مورد اقدامی نکرده و این واقعا یکی از اون مسائلی است که معلوم نیست که کی قرار حل بشه و به گفته بسیاری از تحلیلگران سالها طول خواهد کشید تا شاید بشه سر و وضعی داد به وضع این پناهندگان و این پناهجویان. بدیهی است که در مقابل خدمات و دلسوزی هایی که گروه هایی که انسان دوست هستند و در این زمینه فعالیت می کنند، گروه های تندروی راستی هستند که به هیچ وجه دوست ندارند که از کشورهای دیگر بیان به کشورشون. آلمان ها در بعضی از نقاط کشور آلمان تظاهراتی رو میبینیم بر علیه پذیرش این افراد در کشورهای دیگه، در مجارستان که وضعیت بسیار بسیار غم‌انگیز و دلخراش هست و خلاصه باید دید که دنیا با این فاجعه جدید چه میخواد بکنه. فاجعه ای که گفته میشه بعد از جنگ دوم جهانی شاید بزرگتر از اون چه که در جنگ دوم جهانی شاهدش بودیم باشه. موضوع دیگه رو که در این فرصت بسیار کوتاهی که دارم قبل از اینکه صحبت بکنم با مهمان ارجمند برنامه امروز، آقای دکتر مسعود نقره‌کار در فلوریدای ایالات متحده، در مورد حافظه تاریخی ما ایرانیان و صحبت‌های دیگری رو که ایشون سالها روش کار کردن، مطالعاتی رو که داشتن در این زمینه‌ها، اشاره داشته باشم به موضوع دیگر روز، موضوع انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در امریکا، فعالیت داوطلبان شرکت در این مسابقه و تغییر جهتی که امروز شاهد بودیم از طرف آقای دونالد ترامپ. دونالد ترامپی که به او لقب فاشیست دادن عده‌ای و میگویند که با حرفایی که میزنه حرفاش فاشیستی هست، ولی عده‌ای هم معتقدند که او بسیار آدم رک و در واقع آنستی هست، در واقع با شرفی هست. حالا
با پولی که داره به پا به میدان گذاشته صحبتهایی رو میکنه که خیلی ها رو جلب کرده، الان حرف آخر رو میزنه از طرف حزب جمهوری خواه و بحث در این مورد طولانی است که شاید در یکی از برنامه های آینده راجعش صحبت بکنیم. دونالد ترامپ که گفته بود که میخواد بر علیه برجام، برنامه جامع همکاری مشترک، تظاهراتی رو راه بندازه با یکی دیگر از داوطلبان شرکت در مسابقات مثلا انتخابات ریاست جمهوری، امروز گفته که علی‌رغم اینکه این قرارداد یک قرارداد وحشتناکی است ولی ما باید باش کنار بیایم و باید باش موافقت بکنیم. تا این لحظه که باتون صحبت میکنم اوباما تونسته به جای 34 رأی که لازم داشت که بتونه اون رو قادر به وتو بکنه 37 رأی آورده و فقط نیاز به 4 رأی دیگه داره که وتو هم لازم نباشه و گفته میشه که احتمال زیاد داره که اون رو هم به دست بیاره. روزهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که این موضوع به کدوم جهت میره. صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم که جای خودش رو داره و بسیاری از شما بینندگان عزیز شنیدید. اجازه بدید من خواهش بکنم از کارگردان فنی برنامه که ما رو در ارتباط بگذارن با آقای دکتر نقره‌کار و من صحبتم رو با ایشون شروع بکنم. این شما و این صحبت من با دکتر نقره‌کار. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردند و به عرضتون رسوندم، مهمان ارجمند برنامه امروز گلگشت یک شخصیت بسیار برجسته و شناخته شده و بدون ادعا، شخصیتی که حرفه اصلیشون طبابت و سالیان سال هست که علی‌رغم تمام گرفتاری‌های کاری که دارن لحظه ای از نوشتن، قلم زدن و مبارزه کوتاهی نکردن در افشاگری شرایطی که کشور ما باش روبرو هست در مورد شخصیت‌هایی که در کشورمون روی کار آمدن که اگر بشه اسمشون رو شخصیت گذاشت فعالیت کردند. و میدونم که اکثریت قریب به اتفاق شما بینندگان گرامی با اسم ایشون، چهره ایشون و فعالیتایی که داشتن آشنا هستید. این شخصیت کسی نیست جز آقای دکتر نقره‌کار عزیز. سلام میکنم از راه دور خدمتشون در فلوریدا و خوش آمد میگم بهشون به برنامه گلگشت. بعد از مدت‌ها که ما ارتباطمون قطع شده بود، من مرتب مصاحبه داشتم با آقای دکتر نقره‌کار، آقای دکتر مسعود نقره‌کار، و در رادیو و در تلویزیون پارس، و خوشحالم که امروز فرصت دیگری دست داده که در خدمتشون باشم در تلویزیون ایران فردا بعد از مدت‌ها. سلام آقای دکتر. سلام می‌کنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحال هستم باهاتون هستم. ممنونم، همیشه محبت داشتین. دکتر نقره‌کار، برای معدود افرادی که ممکنه با فعالیت‌های شما آشنایی نداشته باشند، کارهایی که کردید، کتابایی که نوشتید، فعالیت‌های سیاسی رو که کردید در طول این سالیان، میتونم بگم از اون آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، یک مختصری از بیوگرافی خودتون، از کارهایی که کردید رو مطرح بفرمایید تا من سوالام رو مطرح کنم. بله، من در میشه گفت 4 حوزه کار نوشتاری و پژوهشی کردم. یکی حوزه جنبش روشنفکری ایران هست که یک مجموعه 5 جلدی منتشر کردم سال 2002 در رابطه با، به واقع میشه گفت مختصری است درباره تاریخ جنبش روشنفکری ایران با بررسی تشکل فرهنگی کانون نویسندگان ایران به عنوان یک نمونه. برای در حوزه جنبش روشنفکری ایران کار کردم، کارهای منتشر کردم و همینطور در رابطه با مسئله دگراندیشی و تحمل در مورد این دو پدیده هم کارهایی کردم و کتابی منتشر کردم. البته کتابهایی، ولی یکی از تازه ترین هاش کتابی از تحت عنوان مقدمه‌ای بر کشتار دگراندیشان در ایران. جدا از این دو حوزه، حوزه دیگه
حوزه‌ای بود که برمیگشت به حرفه من، حوزه پزشکی، که در زمینه روانشناسی، روانپزشکی و همینطور مسائل بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی در ایران کتابهایی رو منتشر کردم و بالاخره در حوزه ادبیات داستانی هم داستان و رمان منتشر کردم، حدود 3 رمان و 2 یا 3 مجموعه داستان کوتاه، 1 رمان هم به زبان انگلیسی و 1-2 داستان کودکان هم به زبان انگلیسی منتشر کردم. در مجموع میشه گفت 27 کتاب تا به حال منتشر کردم در این 4 حوزه. درود به شما و درود به این انرژی و فعالیت‌های پیگیری رو که همواره متوقف نشده و ادامه دادید و آرزو میکنم که بتونید سالیان سال این فعالیت ها رو ادامه بدید. برای افشاگری و اشاره ای نکردید به کارهایی رو که کردید در شناخت لاتها و جاهلها در ایران، که خودش یک موضوع بسیار جالبی بود و ناشناخته که شما صحبت کردید راجبش، نوشتید راجبش و خود اون یک به اصطلاح فصل جدیدی رو باز کرد در فعالیت هایی رو که ما در ایران از قدیم شاهدش بودیم تا به امروز توسط این گروه از افراد. درست میگم؟ بله، من یک کتابی رو آماده انتشار کردم که فکر کنم ظرف 2-3 ماه آینده منتشر بشه، البته جلد نخستش، و اون کتاب تحت عنوان نقش سیاسی و اجتماعی جاهلها و لاتها در تاریخ معاصر ایران هستش، که بیشتر بررسی نقش این گروه اجتماعی است از میشه گفت انقلاب مشروطه به این سمت. البته انقلاب مشروطه که بیشتر من پرداختم به لوتی ها، ولی جاهل ها و لاتا بیشتر نقششون از دوره رضا شاه به این سمت، به ویژه 28 مرداد، خرداد 42 و علل خصوص انقلاب بهمن و حکومت اسلامی که خب یک پایش میدونین جاهل ها و لاتا هستن. این کتاب الان آماده انتشاره و من فکر میکنم ظرف 3-4 ماه آینده جلد نخستش رو منتشر بکنم. امیدوارم که موفق باشید مثل همیشه در فعالیت هایی که انجام میدید. دکتر نقره‌کار، من میخوام یه سوالی رو خارج از اون چیزی که قرار امروز با هم دیگه صحبت بکنیم مطرح بکنم و اون این است که اشاره کردید به لوتی ها و جاهل ها و لات ها. لوتی ها چه تفاوتی با جاهل ها و لات ها داشتن؟ خیلی خلاصه اگه بتونید توضیح بدین. بله، ببینید، یک مجموعه از گروه های اجتماعی مختلف تو جامعه ما بودن که به گمان من در یک میشه گفت کتگوری خاص قرار میگیرن، که خیلی وجوه اشتراک زیادی داشتن و تفاوت های البته با توجه به تغییر شرایط اقتصادی اجتماعی. این رو میشه از قدیم در تاریخ خودمون دید، گروه عیاران، فتوتیان، ملامتیان، قلندرها، خیلی از گروه های اجتماعی این گونه ای که ادامهشون در واقع گروه لوتی ها و یا لوتیگرها شاید بشه گفت که در دوره صفویه و به ویژه در دوره قاجاریه وجود داشتن، حضور داشتن و نقش داشتن، و بعد جاهل ها و لاتا. به گمان من با توجه به تغییرات اقتصادی اجتماعی که جامعه ما به ویژه از دوره رضا شاه به این سمت ما شاهدش بودیم، سبب شد که گروه اجتماعی لوتی ها به تدریج تغییر پیدا بکنه، دچار یک نوع دگردیسی بشه و تبدیل بشه به گروهی که من اسم اون گروه رو گروه جاهل ها و لات ها گذاشتم، که ویژگی های مشترکی با لوتی ها دارن ولی کاملا در یک زمینه های همونطوری که گفتم به دلایل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حتی تغییر میکنن. و خب جدا از حمل کردن پاره از اون ویژگی لوتی ها، ولی نقش های اجتماعی، سیاسی و یا شخصی متفاوت تری رو تو جامعه ما میگذارن. یک همچین تفاوتی رو براشون میشه قائل شد. ممنونم. چون فرصت ما کوتاه، ترجیح میدم که بپردازم به نکاتی که از نظر تاریخی این روزها ما باش روبرو هستیم. 28 مرداد و چند روز پیش پشت سر گذاشتیم. آقای دکتر یرواند آبراهامیان کتابی تحت عنوان دکو نوشتن که
در اون گفته میشه که یا ادعا میکنن که مدارکی هست که نشون میده پاره از مسائلی رو که راجع به جریان 28 مرداد، یعنی کودتای 28 مرداد به گفته ایشون ناگفته بوده، مطرح میکنن و معتقدن که هنوز مدارکی هست که باید منتشر بشه. یکی میخواستم راجع به این موضوع ازتون سوال بکنم و بعد هم بپردازیم به این حافظه تاریخی کم دوام و کم رنگ ما که راجع به این موضوع هم شما در رسانه‌های مختلف صحبت کردید. بله، در مورد البته کودتای 28 مرداد ارتباط هم پیدا میکنه با همین بحث حافظه جمعی و تاریخی که بله بله. با خواهیم داشت. اما در مورد کودتای 28 مرداد، من البته کتاب آقای ابراهامیان رو ندیدم، مصاحبه‌ای که ایشون داشته ندیدم، اما یک نکته ای رو میتونم به عنوان نظر خودم مطرح کنم. من البته مورخ نیستم و در حد این عزیزان اشراف ندارم به مسائل تاریخی اون دوره، ولی در یک زمینه خاص که کار کردم و دقیق هم کار کردم و اون همون نقش جاهل ها و لات ها در کودتای 28 مرداد هست، به این نتیجه رسیدم که واقعا ما در رابطه با کودتای 28 مرداد بعد از گذشت 60 و اندی سال از اون کودتا، 62 سال، بله بله، هنوز ما میشه گفتش که چه مورخای ما، چه روشنفکرای ما و چه فعالین و کوشندگان سیاسی ما واقعا نتوانستن به یک ارزیابی و تحلیل روشنی برسن. هر کدام از این مورخین رو که نگاه میکنیم یا تحلیلگران رو، بر اساس اون میشه گفت اندیشه و اعتقادی که دارن، به نظر من به ارزیابی نشستن. من نگاه میکنم و خوندم کارهای مورخانی که به هر حال طرفدار نظام پادشاهی هن، دربارن، و میبینم واقعا چه یک جانبه نگری کردن. حتی طرفداران دکتر مصدق که این کار رو ثبت کردن، البته به طور واقعی تر من فکر میکنم طرفدارایشون سعی کردن دقیق تر ببینن، و یا حتی جریان های سیاسی که نقش داشتن. برای نمونه توده ها رو عرض میکنم که آقای جوانشیر یا کیانوری ارزیابی هایی که کودتا میدن، هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنیم واقعا میبینیم ارزیابی ها و تحلیل هایی رو که دادن قبل از هر چیز برمیگرده به اون نظر و اعتقاد و اندیشگی که قبول دارن. این رو من در مورد جاهل ها و لات ها به دقت دیدم. شما ببینید در مورد جاهل ها و لات ها، آنچه که تا الان مطرح بوده و مطرح میشه بیشتر نقش آقای شعبان جعفری است و جاهل ها و لات های دربار، یعنی طرفدار دربار. در حالی که من که دقت کردم میبینم فدایان اسلام، جاهل ها و لاتاشون در زمین سازی کودتای 28 مرداد نقش ایفا کردن که این کم دیده میشه. حتی جاهل ها و لات های گروه های سیاسی اپوزیسیون در اون مقطع نقش ایفا کردن که اصلا به اونا پرداخته نمیشه، و در واقع روی یک گروه اجتماعی که البته نقش تعیین کننده نه، ولی تاثیرگذاری داشت مکس میشه. میخوام نتیجه بگیرم که واقعا ارزیابیات و تحلیل هایی که شده، من فکر میکنم نشان دهنده این هستش که چه مشکل بزرگی روشنفکری ما و فعالین سیاسی ما و حتی مورخین ما دارن، و از یک رخداد تاریخی خیلی مشخص با این همه اسناد و شواهد هنوز این مجموعه نتونستن به یک ارزیابی و تحلیل مشخص برسن، و همونطوری که گفتم بعد از دهه ها تازه دوستان طرح میکنن که باز یه سری مدارکی پیدا کردن که میتواند بعضی از مسائل رو روشن کنه. من یک اساساً یک مشکل ریشه‌ای میبینم که البته به فقط به 28 مرداد بر نمیگرده، بلکه بر میگرده به میشه گفت اون فرهنگ و درک ما از مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه. ممنونم دکتر نقره‌کار، به خوبی اشاره کردید به این مسئله.
عده‌ای میگویند که دیگه این مسئله 28 مرداد و کشتار 67 و اینا دیگه سالها گذشته، بگذریم ازش، و معتقدند که همش راجب گذشته صحبت کردن نه دردی رو دوا میکنه نه حاصلی رو به بار میاره. آیا واقعا این طوره؟ آیا فکر میکنید که ما نمیتونیم از اون چه که در تاریخ گذشته ما اتفاق افتاده استفاده بکنیم برای اینکه اون اشتباهات اگر اشتباه بوده تکرار نشه؟ آیا فکر نمیکنید که هرچه بیشتر در این مورد صحبت بشه باز کمه؟ چیه نظرتون شما در این مورد؟ ببینید، این یکی از همون اشاره که شما به درستی کردید در واقع یکی از اون مشکلاتی است که من بهش اشاره کوتاهی داشتم. یک نوع یک جانب نگری و یک نوع میشه گفت مطلق گرایی زیان آور ما در رابطه با این مسائل داشتیم. واقعا من فکر میکنم روشن کمتر جایی در جهان، البته جوامع مترقی، بشه دید که روشنفکران و کوشندگان سیاسیشون با رخدادهای مهم تاریخیشون اینگونه برخورد میکنن. 28 مرداد درس‌های بسیاری داشته و ما وظیفه داریم و میباید از اون رخداد و درس‌هایی که داشته بهره بگیریم برای اینکه جامعه ما بتونه به حیات مترقی ادامه بده. ولی متاسفانه همونطور که میبینید برخوردهایی که اشاره کردید، خب خیلی از دوستان میگویند که 28 مرداد دیگه گذشته، صحبتشو نکنیم. ولی همون دوستان راجب کوروش کبیر و زندگی کوروش که بیش از 2500 سال ازش گذشته مرتب صحبت میکنه، که هیچ بدی هم نداره، که هیچ اشکالی هم نداره، که هیچ اشکالی هم نداره. دکتر نورکا راجب اونا هم صحبت میگویم که به درستی باید پرداخت به اینها، استفاده کرد، اشاره کرد. این رخدادها قدیمی شدنی و حذف شدنی نیست. اینها واقعا هزینه هایی است که مردم میهن ما و جامعه پرداخت کرده و درس هایی توش هست که ما باید از اونها بهره بگیریم و باید بهش پرداخته بشه. من در رابطه با کودتای 28 مرداد عرض کردم مشکل اینه که بعد از این دهه ها هنوز نتونستیم یک ارزیابی روشنی بدیم که ببینیم چه درس هایی میتونیم ما ازش به دست بیاریم، استفاده بکنیم. در مورد کشتار هم شما اشاره کردید. ببینید، یک رخداد به این بزرگی رو براش تاریخ مصرف بعضی از دوستان قائلن، میگوین آقا تاریخ مصرفش گذشته، دیگه صحبتش نکنیم. همین دوستان در مورد کوچکترین حرکت آقای خاتمی در مورد اصلاحات مرتب اونو تکرار میکنن. یعنی میخوام بگم که انصاف در قضاوت و ارزیابی نیست، یک جانب نگری است. نگاه درست به تاریخ و رخدادها نیست. و خب این مشکل بسیار بزرگی است. برای همینه که امروز ما بعد از اینکه جامعه ما دو انقلاب عظیم و پشت سر گذاشت و تعداد زیادی جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و دینی، با اون همه هزینه‌ها امروز در جامعه ما حکومتی مثل حکومت اسلامی حکومت می‌کنه و رهبری مثل خامنه‌ای، تصادفی نیست. برای اینکه روشنفکری ما، کوشندگان سیاسی ما و کوشندگان فرهنگی ما، البته خودم هم من جزء اونا می‌دونم، این گونه می‌اندیشیم. یعنی یک اندیشگی به گمان من ناقص، نادرست و زیان آور. و همونطور که شما اشاره کردید به درستی، میبینیم که اینها حتی وقایع تاریخی میشه گفت همین سالهای اخیر رو حاضرن فراموش کنن، چون با ذهنیت اونها خانایی نداره. و خب این لطمه های بزرگی میزنه. و از همینجا میشه همون اشاره کرد به مسئله این که واقعا همین این تجلیه ضعف حافظه جمعی و تاریخی، یا در برخی از این دوستان فقدان حافظه جمعی و تاریخی رو نشون میده، که به هر حال دستاورداش همین است که من اشاره کردم امروز چون حکومتی در جامعه ما حاکم هستش. دکتر نورکار، در این رابطه ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای پاک کردن این حافظه تاریخی که خب یکی از نقاط ضعف ما هم هست که شما بهش اشاره خواهید کرد در صحبتاتون من شنیدم،
دارن کاری میکنن که اساساً اون چرا که در گذشته بوده از ذهن مخصوصاً جوانان ما بزدایند و پاک بکنن و به کلی اون رو روش یک پرده زخیم بکشن. فکر نمی کنید که ما در خارج از کشور، در داخل کشور وظیفه ای داریم که مانع از این کار بشیم و لااقل با افشاگری ها، با صحبت بیشتر راجع به اون چه که مملکت ما رو با یک شرایطی که امروز باش مواجه هست روبرو کرده، باید بیشتر تلاش بکنیم و نذاریم مثل بقیه زمینه ها که جمهوری اسلامی موفق بوده و باید بهش امتیاز داد واقعا در زمینه لابیگری ها در خارج از کشور، در زمینه شناخت قواعد بازی در خارج از کشور، در کشورهای پیشرفته و عقب ماندگی اپوزیسیون ما در این رابطه. در این مورد چی دارید بگید برای بینندگانمون، به خصوص راجع به این حافظه تاریخی رو که شما روش اتکای زیادی دارید، این رو به چه صورت می‌بینید؟ این نکته که اشاره کردید به طور واقعی هم ثبت شده است و هم تجربه خود ما لااقل نشون میده که حکومت‌های استبدادی در تاریخ ما و دیکتاتورها و دیکتاتوری به طور کلی تلاش کرده که حافظه جمعی و تاریخی دستساز خودش رو در جامعه جاری بکنه. دقیقاً. و اون حافظه جمعی و تاریخی واقعی، یعنی اون رخ حافظه جمعی که من میگم، در هر حال منظور من از مجموعه رخدادها و رویدادهای عینی اجتماعی و تاریخی است که رخ داده. و خب حافظه جمعی و حافظه تاریخی بر بستر چنین رخدادهایی شکل میگیره. معمولا حکومت‌های استبدادی تلاش میکنن که اون رخدادهایی که به نفعشون نیست رو به یه شکلی از ذهن جامعه بزدایند و در واقع خودشون یک حافظه سازی بکنن، کاری که همونطوری که گفتید حکومت جمهوری اسلامی میکنه و حکومت‌های مستبد در جامعه ما کردن. من اجازه میخوام همینجا اشاره بکنم به این نکته که ما، یعنی بپردازم به این مسئله حافظه جمعی. واقعیتش این هستش که تجربه خود ما اصلا نمیخواد برگردیم به قبل و بسیاری از صاحب نظران و چه در علوم اجتماعی چه در علوم طبیعی نظر دادن در باب این ضعف حافظه جمعی و حتی فقدان حافظه جمعی در ما. ما دچار مشکل هستیم و ضعف جدی داریم. نمونه شده در همین، میشه گفت چند نمونه رو حالا من بعد اشاره خواهم کرد. نمونه تاریخیش هم گفتم که ما در 300 سال گذشته ببینید چه تجاربی داشتیم و امروز کجایی. یعنی ما هنوز دنبال انقلاب مشروطه هستیم که بیش از یک قرن قبل، حدود یک قرن قبل در واقع انجام شده در جامعه ما. بنابراین یکی از مشکلاتش همین ضعف است. در مورد ضعف حافظه جمعی بد نیست اشاره بکنم، واقعا یکی از کسانی که به این مسئله پرداخت و خیلی هم بهش حمله شد احمد شاملو بود. بله. شما میدونید در فروردین ماه سال 1369 ایشون در دانشگاه برکلی سخنرانی داشتن و عنوان سخنرانیشون، نه عنوانش ولی یکی از بخش‌های مهمشون این بود که ملت ما حافظه جمعی نداره. درسته. به نمونه‌های تاریخی زیادی اشاره کردن، از جمله خب شاهنامه که مسئله اشارهش به شاهنامه میدونید چه جنجالی به پا کرد. بله، حالا توضیح میدم خدمتتون. چون من، همسر من نسبتی داره با احمد شاملو و اون شب، یعنی شب بعد و یا دو شب بعدش که آمده بود به لس آنجلس، ایشون در صحبتتون یادتون نره، من عذر میخوام، یه پرانتز میخوام باز کنم اینجا، صحبت شد و من دارم ویدیوشو که با ایشون صحبت کردم در مجلسی که بودیم، دور هم بودیم فامیل ها، پرسیدم که آقای شاملو این چه کاری بود کردید؟ چه گفتن که من آب ریختم تو لونه مورچگان، میخواستم با این حرفم یک واقعیت تاریخی رو که من معتقدم بهش و مدرک دارم و میتونم ثابت بکنم، این رو مطرح کردم و به جای اینکه اینا دارن به من فحاشی میکنند و با من انتقادهای سخت و
نامعقول میکنن بیان و اونا هم نظرشون رو بدن ببینم که من کجای کار اشتباه کردم. من اگه اشتباه کرده باشم خودم رو تصحیح میکنم. عذر میخوام. میفرمودید شما. بله ببینید اون بحثی که شاملو میکنه و شما هم در جریانش هستید در واقع مسئله شاهنامه یه بخشیشه. بله سخن شاملو در اون مجموعه همینیست که من الان موضوع صحبت ماست، این که ملت ما حافظه تاریخی ندارد. ایشون نمونه های تاریخی بسیاری رو مطرح میکنه، از جمله حالا چه در حوزه تاریخ اسطوره‌ای چه در حوزه تاریخ حقیقی نمونه هایی رو مطرح میکنه که خب شاهنامه هم یکیش بود که اون جنجال ها به پا شد. ولی یک نکته ای رو که ایشون به درستی اشاره میکرد همین نداشتن حافظه تاریخی یا ضعف حافظه تاریخی است و سخن هم سخن درستی بود به این معنا که خب ما اگر از این رخدادهای اجتماعی که در جامعه ما اتفاق افتاده ارزیابی درستی نداشته باشیم و درس نگیریم فی الواقع اون اتفاقات تکرار خواهد شد، کما اینکه الان داریم میبینیم. بله. در واقع شده و ما داریم هزینه سنگینی ملت ما در رابطه با این مسئله میده. در رابطه با حافظه تاریخی من اشاره داشته باشم اگر فرصت باشه اجازه داشته باشم. بله بله خواهش میکنم. واقعیتش این مسئله رو همونطور که شما هم اشاره کردید باید روش تاکید بسیار بشه و بخشی از وظیفه اپوزیسیون خارج در خارج از کشور میتونه همین باشه، برای اینکه حکومت اسلامی این رو نمیخواد. ما حتی میبینیم اصلاح طلبان حکومتی این رو نمیخوان که در خارج کشورن و به ما توصیه میکنن آقا مثلا کشداری که حکومت اسلامی در ظرف 2 ماه هزاران نفر رو به اون شکل در واقع غیر انسانی قتل عام کرده رو فراموش کنیم. یا نمونه های دیگه. بنابراین ما باید بگیم که اینطور نیست، ما میبایستی در رابطه با همین مسئله ضعف حافظه جمعی و حافظه تاریخی تلاش خودمون رو بکنیم، روش بحث کنیم، گفتگو بکنیم و رابطه این حافظه رو با فراموشی و اینکه چه کار بکنیم که فراموشی در واقع گردش در واقع ریخته نشه روی این رخدادها که رخدادهایی که به هر حال درس آموز هستن، چه باید کرد، چی کار باید بکنیم و روی این مسئله باید کار کرد. خب حافظه تاریخی ما میدونیم دلیل ضعیف بودنش رو من اشاره کردم، مسئله استبداد در جامعه ما، چه استبداد پادشاهی چه استبداد دینی، مسئله آموزش ما که اصلا آموزش ندیدیم چه استفاده بکنیم یا باش برخورد بکنیم، مسائل مختلفه دیگه ای رو میشه در رابطه باش ترکت فی الواقع به دنبال تاریخ‌های میشه گفت دستاز یا تاریخ‌های غیر واقعی رفتن هست و دلایل دیگه که من الان وقت شما رو نمیگیرم. میخوام بگم اینکه چرا حافظه تاریخی ضعیفه دلیل داره، ولی اینکه چه باید کرد که غلبه کرد بر این ضعف و غلبه کرد بر این حالا شاید به گفته بعضی یا نداشتن چنین حافظه‌ای، باید روی اون کار بکنیم که حالا به موقع شد اون چیزایی که به نظر من میرسه در این رابطه خواهم گفت. خواهش کنم، من در خدمتتون خواهم بود و ممنونم از توضیحاتی که میدید و من اشاره میکنم که در گفتگو با آقای دکتر نقره‌کار من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم جهتی نداشته باشم و همونطور که دکتر نقره‌کار اشاره کردن تا به حال اکثر آثاری رو که نوشته شده در مورد 28 مرداد با دیدگاه افرادی بوده که علاقه سیاسیشون یا اون چیزی رو که میاندیشیدن مربوط بوده و حتی علارغم اعتبار زیادی که داده میشه به کارهای آقای دکتر یروان آبراهامیان و من امیدوارم بتونم باشون در این برنامه صحبتی داشته باشم، ایشون هم به خاطر سوابق فعالیتایی رو که داشتن از نظر فکری خب به نظر میرسه که تأکیدشون روی نکاتی هست که اون نقطه نظر رو بیشتر القا میکنه. ادامه بدین آقای دکتر، خواهش میکنم. من تو این رابطه یه نکته به ذهنم رسید. ببینید
تا اونجا که من میدانم در این تحلیل ها، به ویژه تحلیل هایی که عزیزانی مثل آقای آبراهامیان دارن یا شیر داشته یا کیانوری داشته، اینها نقش عامل خارجی رو در رابطه با بروز کودتا و یا بروز هر رخدادی در جامعه ما به هر حال تلاش میکنن نقش عمده ای بکنن، به ویژه نقش امریکا رو و امپریالیسم امریکا رو به قول خودشون، در حالی که خب واقعا کودتای 28 مرداد نقش داشتن، الان هم خودشون هم میگن، ولی اینکه فقط صرفا عوامل خارجی رو نقش دادن برای رخدادهای داخلی، خب ما میدونیم این خیلی دقیق به گمان من نیست. اما من برگردم به اون مسئله حافظه تاریخی. جمعی و تاریخی، یک نکته ای که من ارتباطش میدم به کشتارهای دهه 60 و کشتار سال 67 که ما الان مصادف هستیم با همون ماه، یعنی مرداد و شهریور دو ماهی بودن که کشتارهای سال 67 اتفاق افتاد. البته کشتار سال 67 منحصر به فرد نبود، حکومت اسلامی کشتارهای زیادی از همون روزی که بر سر حکومت اومده کرده تا به امروز، اما 67 خب یک ویژگی های خاصی داره. امروز ما میبینیم هرچی از تاریخ این کشتار میگذریم، تا حدودی گفتن در مورد این کشتار و یادمان در مورد این کشتار کاهش پیدا میکنه. یعنی به گمان من باز همون درد غلبه فراموشی داره در مورد یک رخداد بسیار مهم و پراهمیت پاشیده میشه روی این واقعه. چرا؟ چگونه میشه علیه این فراموشی و یا اصلا به طور کلی فراموشی در مورد رخدادها و رویدادهایی بود که میشه گفت مسئله انسانیت و کرامت انسانی رو زیر سوال میبرن و بردن تو جامعه ما و جنایت علیه بشریت هم به نوعی. من به این نکته میخوام اشاره بکنم که واقعا خود پدیده فراموشی رو اگه بخوایم دقت بکنیم، خب خودش یک پدیده پیچیده ایست که من الان نمیخوام به اون بپردازم، ولی معنای فراموشی نیست که از ذهن هر انسانی اون داده های ثبت شده از بین بره. میتونه از حافظه عملی نزدیک به حافظه دور منتقل بشه، ولی در ذهن هستش. بنابراین این فرصت و موقعیت هست که همونطوری که گفتم در پیوند با حافظه جمعی و تاریخی، این فرصت و شرایط هست باید آموزش دید که این مسئله فراگیری، مسئله یادآوری به ویژه، مسئله بسیار مهمی است در امر تولید حافظه جمعی و تاریخی، به ویژه یادآوری. من در رابطه با اینکه چگونه میشه بر این فراموشی غلبه کرد و حافظه تاریخی رو تقویت کرد، همین مسئله یادآوری است به عنوان یک فرایند مهم حافظه جمعی. و خب این یادآوری همین کاریست که الان شما امروز میکنید یا بسیاری از یادمان ها، برنامه ها، گفتمان ها، نوشته ها، و این رو باید به اهمیتش توجه داشت. نترسید از این که گفته بشه آقا اینا همه تکراری است. ما اتفاقا احتیاج داریم تو این عرصه تمرین بیشتری بکنیم، تکرار بیشتری بکنیم. یعنی ما رو دوچار روب و وحشت میکنن که آقا داریم یه حرفی رو تکراری تکرار میکنیم. این تکراری نیست، این یک کار مستمر علمی و دقیقه و باید انجام بشه برای اینکه اون پدیده فراموش نشه و حافظه جمعی تر. یکیش عرض کردم همین یادآوری است. البته اساسش، یعنی مانع اصلیش حضور استبداده. تا موقعی که استبداد حضور داره و دموکراسی در جامعه نیست، ما این مشکلات داریم، ولی لااقل در خارج کشور ما با چنین مشکلی مواجه نیستیم. می توانیم، همون نکته هم که شما به درستی اشاره کردید، می توانیم با یادآوری، بازآفرینی این حافظه تاریخی و حافظه جمعی رو در حوزه‌های مختلف تقویت بکنیم و در این حال علیه اون فراموشی باشیم که فراموشی است که در واقع به گمان من میتوان علیهش بود. بعضی فراموشی‌ها رو
که بعضی اتفاقهای نامطبوع رو خب انسان دوست داره فراموش بکنه، ولی این مسائل یک مسائل اجتماعی است که میباید آموزش دید و در واقع فراموش نکرد. به هر حال به گمان من همین نکته‌ای که گفتید، در دسترس‌ترین کار برای اپوزیسیون در خارج از کشور مسئله یادآوری است، بازسازی است و تکرار این رخداد. چرا این رخدادها اتفاق افتاد، چگونه اتفاق افتاد و از همه مهمتر چگونه میشه جلوی تکرارشون رو گرفت. این تکرارها و این یادآوری‌ها معناش نباید کینه ورزی، انتقام جویی یا تلافی تلقی بشه. معنا این گونه باید معنا بشه که به عنوان یک روند پیشگیرنده برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه باید بهش نگاه کرد. خیلی ممنونم دکتر نقره‌کار. نکاتی رو که اشاره میکنید واقعا هر کدومش در خور تأمل هست. و سوالی رو که پیش میاد برای من در این رابطه، آیا میشه دلیل و مدرکی رو ارائه داد که چرا از همون آغاز به دنبال این کشتار فجیع، به دنبال اون فاجعه‌ای رو که ما دیدیم در مملکتمون، چه جوانان برومندی رو به خاک و خون کشوند این رژیم، تا به امروز هیچ یک از مقامات رژیم راجع به این موضوع این رو تایید نکرده و قبول نکرده؟ اولا دلیل این چیست؟ و در حالی که خب دیگه همونطور که یه عده از طرفداران رژیم الان یا طرفداران تلویحی رژیم مطرح میکنن، موضوعی است که گذشته و تموم شده، رفته پیکارش. خب حالا بیان بگن، خود اونها هم بیان بگن که بله شده و تموم شده و رفته پیکارش، دیگه صحبت نکنید. هرگز ما این چیز رو نشنیدیم. چه علتی میتونه داشته باشه این؟ و آیا ما شاهد روزی خواهیم بود که اینا بیان و به این جنایت اعتراف بکنن؟ ببینید، حکومت اسلامی سند و شاهد برای جنایتاش به اندازه کافی گذاشت. دقیقاً. شما از همون جنایاتی که از پشت بام مدرسه علوی شروع شد بگیری تا جنایاتی که در کهریزک اتفاق افتاد، ببینید 6 کشتار بزرگ حکومت اسلامی کرد. برای هر کدام از این کشتارها اسناد و دلایل قانع کننده و محکم پسند و مستند و مستدل وجود داره. خودشون در مورد اون کشتارها عکسای جنایت‌ها رو همون روزهای اول در مطبوعات می‌انداختن. بله بله. و دادگاه‌هایی که به هیچ وجه اولیه ترین حقوق قربانی در اون رعایت نمی‌شد. همینطور بگیرید عکسایی که از جنایت‌های خلخالی بود و بسیاره. اما در مورد سال 67 که دوستان میگویند تاریخ مصرفش تمام شده، معتبرترین سند خود فتوای آیت الله خمینی است که الان هست. بله. شما این سند رو یک بار بخونید ببینید جز چینه، انتقام و فرمان قتل دیگری چیزی در اون آن نیست. خود این یک سند ارزشمند هست، البته ارزشمند در معنایی که در گیومه، یعنی قابل اتکا، یعنی معتبر. بله. و خود شاهدان و خانواده های این قربانیان، حتی محلی که این عزیزان رو دفن کردن، حتی یعنی مجموعه مدارک و اسناد بارها گفته شده به قدری زیاد هست که به راحتی میتوان نشان داد که حکومت اسلامی طبق تعریف محافل حقوقی و بین المللی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. دقیقا. درست مصداق این رو داشته، برای اینکه نسل کشی کرده، برای اینکه کارهایی کرده که در واقع در اون چارچوب قرار میگیره. منتها نکته ای که هست، ببینید در خارج کشور، در داخل کشور این مسئله یک خط قرمز اساسی بود، ولی یک عده شجاعت کردن و مطرح کردن. آیت الله منتظری یکیش بود. بله. مطرح کرد و انتقاد کرد. بعضی از یکی از روزنامه‌نگارهای جوانی که الان هم در صدای امریکا کار میکنه، آقای آرش سیگارچی،
عجب. در اون مقطع در ایران یکی از اون افراد بود که اشاره کرد به این کشتار و دیگرانی هم بودن، ولی فقط اشاره کردن و خب واقعا هم خط قرمزی بود که نمیشد بهش پرداخت. اما بعد از، یعنی در انتخابات سال 1388، مسئله در بین خود حکومتی ها مطرح شد، برای اینکه از آقای میرحسین موسوی سوال میشد که آقا شما که نخست وزیر اون موقع بودید میدونید که چند بار سوال شد به طور علنی در موقعی که ایشون کار تبلیغاتی میکرد برای انتخابات، بله، که اون کشتارها چی بود. خب پاسخ ایشون هم هستش که حتی لاریجانی چقدر تو این رابطه به ایشون حمله کرده. اینا میخوام بگم در داخل کشور یه اشاره هایی بهش شده. دکتر خب پاسخ آقای میرحسین موسوی چی بود؟ اون فکر نمی کنم جواب. بله اتفاقا میرحسین موسوی فکر کنم در بابل مورد سوال قرار میگیره در اون حوزه تبلیغاتی که انجام میداده برای انتخابات، که اونجا تا حدی که من به یادم هست نقل به معنا میکنم میگوید که خب اون شرایط رو باید دید، یک سری اقدامات تروریستی میشده، این یک واکنشی به اون اقداما بوده. اما در یک گفتگوی مفصلی که سایت خودنویس این رو منتشر کرده بود اون موقع، ایشون در یک نشستی راجع به کشتار 67 صحبت میکنه و سعی میکنه بگه من نقشی نداشتم، قوه مجریه نقشی نداشته، این ما اطلاعی نداشتیم و به هر حال یک همچین شیوهی رو اتخاذ میکنه. یعنی میخواد از سر خودش باز بکنه و این صحبتی است که بله در واقع سخن ایشون اونجا، من دارم این اسنادو، سخن ایشون اونجا این هستش که به هر حال از این اتفاق اطلاعی نداشته قوه مجریه و ایشون و بیشتر خمینی و اون هیئت سه نفره مرگ، آقای نصیری و اشراقی و همین پور محمدی این کارا رو کردن. اما همین امروز هم هفته قبل پور محمدی دیدید که راجب کشتار 67 یک اشاره‌ای کرده. در واقع اینها از سال 88 به این ور دیگه نتوانستن سرپوش بذارن روی این جنایت بزرگی کردن. حتی یک مقاله‌ای یکی از مسئولینشون آقای پیغمبری نامیه که الان نمیدونم چه موقعیتی داره، نوشت که اسم منم آورد که اینها در خارج کشور راجب 67 صحبت میکنن و 67 اینجوری بوده و مجاهدین رو مسبب میدونه و اون بهانه‌ای که خمینی در رابطه با فروغ جاودان طرح میکنه. در هر حال میخوام عرض کنم که در ایران اشارتی شده، اما در خارج کشور آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم با عرض معذرت، میفرمایید. برای فعالیت اپوزیسیون فعالیت درخشانی بوده، اما متاسفانه برخی از جناح‌های اپوزیسیون به ویژه یک دوره جناح سلطنت طلبان و همینطور مقاله بسیار بدی تو این رابطه از آقای داروش همایون هست در رابطه با کشتار 67، میدونید سکوت کردن، توجیه کردن. یک عده ای اصلا همونطور که شما گفتید مسئله فراموش کردن رو مطرح میکنن. به هر حال در خارج کشور طیف‌های مختلفی با این مسئله برخورد داشتن، اما بخشی از اپوزیسیون فعالیت درخشانی داشته که من امیدوارم بتونه اینو ادامه بده. الان مدتی است که این فعالیت ها به گمان من کاهش پیدا کرده و دوباره من فکر میکنم که میبایستی تلاش بشه که افزایش پیدا بکنه و مسئله مجدداً مطرح بشه و بهش پرداخته بشه. دکتر نقره‌کار عزیز خیلی ممنونم از لطفتون و شرکتتون در برنامه. من هفته های آینده در آینده نزدیک با شما انشاءالله تماس خواهم گرفت که ما راجع به این موضوع به خصوص بحث راجع به این که واقعاً چه باید کرد از این به بعد که این وضعیتی که پیش آمده در این رابطه برگرده و قوی تر بشه و فعالیت ها در این زمینه ادامه پیدا بکنه و اون نگرانی که شما و همفکران شما و فکر میکنم جمع کثیری از مردم ما دارن به این وسیله کمی رفع بشه. و عصر بخیر میگم به شما، بعد از ظهر بخیر میگم به شما در فلوریدا تا فرصتی دیگر و امیدوارم که خوب و سلامت باشید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من هم تشکر میکنم از خواهش. برنامه امروز گلگش بینندگان عزیز در اینجا به پایان میرسه. تشکر فراوان دارم از دکتر مسعود نقره‌کار
و از کارگردان فنی برنامه آقای سپهر و تا هفته آینده که برنامه دیگری از سری برنامه‌های گلگشت رو تقدیم حضورتون خواهم کرد، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز و روزگار به شما خوش.